سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بیننده های عزیز. دکتر محمد یما شهاب هستم، عضو دیپارتمنت اندوکرینولوژی شفاخانه های فوق تخصصی یشودا کوشنبی انسیار و همچنان دکتر در کلینیک ازهر واقع شهر کابل. خواستم یک ویدیو تهیه کنم خدمت شما راجع به کمکاری غده تایراید. کمکاری غده تایراید عبارت از یک مشکل بسیار جزئی بوده که اگر تداوی نشه در آینده سبب ایجاد مشکلات بسیار عمده شده میتونه. کمکاری غده تایراید به حالتی گفته میشه که غده تایراید به میزان کافی هورمون تایروکسین که ضرورت بدن است او را تهیه کرده نتونه. زمانی که میزان ضرورت تایروکسین بدن تهیه نکرد، در این حالت پیش مریض فعالیت های متابولیکی پایان میاد و باعث ایجاد یک سلسله مشکلات میشه که اگر در ابتدا تشخیص شود قابل تداوی است، که البته باید متذکر شد که تشخیص ازی بسیار با یک تست معمولی و ارزان قابل امکان پذیر است، که بهتر از در شروع زمانی که ما احساس میکنیم که فعالیت تایروید ما مشکل داره یا مختل است ما تست اجرا بکنیم، البته با مشوره دکتر سایبا، و تداوی را شروع بکنیم. در غیر آن باعث مشکلات عمده میشه پیش مریضا. علائم عمده کمکاری غده تایروید عبارت است زیاد شدن وزن، خشکی جلد، تنبلی، خستگی، کسالت، پوندیدگی چهره خصوصا از طرف صبح می باشه. البته در صورتی که این مشکل پیشرفت کنه باعث تورم و پوندیدگی مفاصل میشه و باعث مشکلات اسکلتی، باعث مشکلات عمده دیگه میشه، حتی باعث دپرشن شدن میتونه. عمدتا نزد خانم هایی که حمل میگیرن اگر یا مشکل کمکاری تایروید داشته باشن، در او صورت پیش از این مریضا شده میتونه که اطفالشان سوی شکل جنینی داشته باشه، معمولا کامچاک و لبچاک میباشن طفلا، یا منتال ریتاردیشن یا مشکلات عقلی میداشته باشن. بهتر است که پیش از وقوع کمکاری تایروید یا پیش از وقوع مشکلات یا اعراض کلینیکی ما تایروید خود را چک بکنیم. در صورتی که ما کسالت احساس کردیم که یک کسالت پیش ما پیدا میشه و این کسالت دوامدار است، بهتر است که ما تشخیص کنیم و تداوی کنیم. تشکر از دیدن شما. خداحافظ و ناصر.